بحران اقتصادی در آمریکا آغاز شد. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به چینل خبری 24. امید که تا آخر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. بحران اقتصادی در آمریکا آغاز شد. یکی از بزرگترین بانک های آمریکا از یک بحران مالی تمام عیار در ایالات متحده خبر داد. و گزارش اسپوتنیک، بانک آف آمریکا با استناد به گزارش میشل مایر، تحلیلگر یک موسسه مالی، از آغاز یک بحران کامل اقتصادی در ایالات متحده سخن گفته است. با گفته وی، جلوگیری از رکود در اقتصاد آمریکا امکان پذیر نخواهد بود و علت اصلی بروز مشکلات گسترش ویروس همگیر چینایی است. این تحلیلگر می نویسد: ما رسما اعلام می کنیم که اقتصاد آمریکا در رکود اقتصادی قرار گرفته و به سایر نقاط جهان پیوسته است و این یک مسئله بسیار عمیق است. مایر پیش بینی کرد که ایالات متحده با بیکاری روبرو است، اعتماد مصرف کننده از بین می رود و پسنداز عملا نابود می شود. علاوه بر این طبق برآوردهای او، طبق نتایج 3 ماهه دوم سال 2020، اقتصاد ایالات متحده در چهارم 12% از تولید ناخالص داخلی سقوط خواهد کرد و تا پایان سال 8% کاهش می‌یابد. با گفته مایر، بیکاری در ایالات متحده در آینده نزدیک 2 برابر خواهد شد و تعداد بیکاران در طول ماه حدود 1 میلیون نفر رشد می‌کند و در کل به 3.5 میلیون نفر می‌رسد. در عین حال بانک آف آمریکا معتقد است اگرچه بحران شدید خواهد بود، اما کوتاه مدت به نظر می رسد. مایر نوشت: اگرچه سقوط بسیار سخت است، اما ما انتظار داریم که این دوام طولانی نماند. قابل یادآوری است که سقوط بازارهای جهانی در برابر زمینه عدم موفقیت مذاکرات برای تمدید توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت و قصد عربستان سعودی برای افزایش شدید تولید در حال وقوع است و که با اعمال بیشترین تخفیف در طول 20 سال به مشتریان بزرگ می دهد. قیمت نفت برنت در صبح روز 9 مارچ و 31.30 دلار در بدل هر بشکه کاهش یافته بود. با تشکر که با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا حافظ.